در این نمایشگاه آثاری به چشم می‌خورد که استمرار چند دهه جنگ و خونریزی در کشور را روایت می‌کند. این روزها در حالی که آتش جنگ بیش از گذشته در افغانستان داغ است، فریاد صلح‌خواهی و نفرت از جنگ نیز سر داده می‌شود. این نمایشگاه نیز در ذات خود اعتراضی است در برابر تداوم جنگ و ویرانی در افغانستان، کشوری که قرار است در جای جای آن فردا جشن استقلال 100 سالگیش برگزار شود. نمایشگاهی که امروز برگزار شده با تکنیک سیاه‌قلم برگزار شده و تقریبا 12 اثر هنری با سایت‌های بزرگ و هدف از برگزاری این نمایشگاه یک نوع اعتراض به حالت‌هایی که فعلا ما در جامعه ما حاکم شده و می‌خواستم با برگزاری این نمایشگاه اعتراض خود رو با عنوان یک هنرمند به حالت کنونی افغانستان نشان بدم. در این نمایشگاه 12 اثر هنری در قالب عکس به نمایش گذاشته شده است. از این رو برخی استادان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات برگزاری این نمایشگاه را در امر انعکاس موضوعات گوناگون به ویژه دغدغه‌های درونی احساس برانگیز می‌دانند. از نظر تکنیکی در سطح بسیار عالیه و از نظر فرمی، فرم کلاسیک، ساختار کلاسیک، ولی با یک نگاه جدید و کارهایی هست که از نظر محتوایی بیشتر ذهن مخاطب را به چالش میکشه و خصوصا اینکه امرا شده با یک سری پرفورمنس آرت های دیگر مانند صدا و چیدمانه ها و اعلامانه های دیگر. در این حال شماری از بازدید کننده ها تصاویری که در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشته شده را متفاوت خوانده و میگویند که این تصاویر روایتی از وضعیت کنونی کشور را بازتاب می‌دهد. خیلی واقعا رول بسزایی داره در نقش از این کشور. شما ببینید عکسایی که در اینجا ماحول وجود داره، خیلی واقعا عکسای تاثیر برانگیز وجود داره. شاید درونی و خشن باشه، ولی هرچی داخل عمق اون قشن نگاه میکنه یک احساسی که او خودت امو نفر کشیده ما در میکنه دغدغه‌ای که در افغانستان ما در جنگار داریم میتونیم از این قشیا حس بکنیم. قابل یادآوری است که در این نمایشگاه 12 اثر هنری به نمایش گذاشته شده و این نمایشگاه تا 5 سنباله، یعنی به مدت 10 روز، به روی بازدید کننده ها باز میباشد.